خداي خدای مهربان در انتظار توست تا حرکتی کنی و آن وقت برکت بی انتهایی را ببینی پس حرکت کن قدم بگذار به سمت خوشبختی و حرکت کن حرکت از تو و برکت از او و آن وقت میبینی که چقدر زیباست زندگی پر از خوشبختی پر از آرامش و پر از امید البته نه امید به خود نه امید به دیگران بلکه امید به خداوند سلام امروز یک سلام گرم تقدیم همه شما عزیزان بیننده می کنیم از برنامه روشنا امیدوار هستیم که جور و سردمند باشین موفق و پیروز باشین و قدم به قدم به سمت خوشبختی و آرامش پیش برین خوشبختی و آرامش همه شما عزیزان بیننده از خداوند خواهان هستم و آرزو میکنم که لحظه لحظه با خوشبختی همراه باشن با برنامه قدم به قدم به خوشبختی همراه شما عزیزان هستیم از برنامه روشنا و امید داریم که همچنان بیننده برنامه باشین در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضایی هستیم امروز در استودیو یک سلام گرم تقدیمشان میکنیم و خوش آمدید میگیم بهشون بسم الله الرحمن الرحیم با نام یاد خدایی که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره هم سلام دارم خدمت شما هم محترم و همینطور همه بینندگان عزیزی که در این ساعت از روز بیننده برنامه هستند و امیدوار هستم که خداوند توفیق را به ما بده که در زیباترین فصل از فصل های سال و در ایام لطیف و پرتراوت بهار انشالله قلب ما به نور ایمان و به محبت خدا و اولیاء خدا روشن و گرم باشه انشاءالله و ای توان و امید رو داشته باشیم که هر روز بهتر از دیروز زندگی خودمان رو ببینیم بسازیم و تقدیم آیندگان کنیم انشاءالله اله یامین چه دعای زیبایی در شروع برنامه خانم رضایی عزیز کردن برای ما و شما بیننده های عزیز خب بله عزیزان بیننده بر حال در برنامه روشنا متوجه هستند که در روزهای دوشنبه خانم دکتر رضایی نسبت به چه موضوعی با شما عزیزان گفتگو میکنند در مرحله اول در رابطه با ازدواج و بر حال مرحله انتخاب که مهمترین مسئله زندگی انسان هست و مرحله ازدواج هست صحبت هایی داشتن و میخوایم بپردازیم به مرحله دومی از زندگی که اون هم کمتر از مرحله اول از اهمیت کمتری برخوردان نیست بلکه بسیار مهم هست دوران نامزادی فرصت ها و درد سر ها البته خدا نکنه که درد سری در او وجود داشته باشه ما امروز میخوایم این موضوع را بررسی کنیم با شما عزیزان بیننده خب خانم رضایی اولین سالی که در اینجا مطرح میشه نسبت به موضوع دوران نامزادی که خب برحال اصلا دوران نامزادی که شما توضیحات دادین مثلا قبلا حالا خب وارد مسئله انتخاب انجام شد و وارد مرحله نامزدی شدن و اینا نامزاد شدن و به اسم همدیگه شدن خب این مرحله لک مقدار توضیحات بتین و بعد از او بپرازیم که خب چقدر باید طول بکشه دوران نامزاتی که یک زوج با هم تشکیل خانواده هنوز ندادن به حال به اسم هم هستن خب چقدر باید طول بکشه که اینا بتونن در زیر یک سقف برن تشکر میکنم از شما بابت توضیحاتی که دادید همطورم که شما اشاره کردید و خب عزیزان و ما قطعا او, دست... او, دست... او دست عزیزانی که تجربه کردن دوران را قطعا خود نایی را میدانن و او دست از عزیزانی هم که تجربه نکردن احتمالا از کلانترها شنیدن که یکی از شیرین ترین و جذاب ترین در این حال گاهی وقت ممکن هم هست که فرمودید شما یک سری دردسرها و یک سری به اصطلاح می شود گفت کمی تا قسمتی تلخی های هم ممکنه که در این دوران تجربه بکنیم یعنی هم شیرینی بله هم تلخ و با هم هست خب قطعا ان شاء شیرینیاش بیشتر است بله, نکته بله. مهمی که شما اشاره کردید است که دوران نامزدی یکی از حساس ترین دوره ها در مرحله به اصطلاح ازدواج محسوب میشه ما قدم اول رو برداشتیم یعنی اول فکر کردیم به عنوان یک فرد که آیا اصلا ما به چه خاطر باید ازدواج کنم هفت و ق... هدف و قصد و قرض از ازدواج چیست اصلا ازدواج خودش چی هست که حالا بعد بیایم فکر بکنیم که خب حالا آدمی مثل من مثلا یک فرد عاقل و بالغ یک جوان بی, بی اندیشه که خب هدف او از ازدواج چی هست و به چه قصدی میخوای ازدواج کنه خب حالا با چه کسی ازدواج بکنه دختر جوان و پسر جوان خب و طبیعتا ما ویژگی هایی رو که یک دختر اگر یک دختر به اصطلاح مسلمان متناسب با فرهنگ ما متناسب درستن. با اعتقادات ما و شرایط جامعه ما اگر اونا را داشته باشه انسان مناسبی است برای ازدواج و در مقابل باز دوباره در مورد ویژگی های یک پسر جوان یک مرد هم صحبت کردیم که اگر او ویژگی داشته باشه زندگی ان الله زندگی با یک همچین مردی با یک همچین فردی بلد. زندگی ان الله به سمت سعادت به عبارتی حرکت خواهد کرد خب الان به شما بحثی است که انتخاب صورت شرایط اتفاق افتاد بله وارد دوران به اصطلاح یک حالت م... وسطی قرار میگیریم بین او قبل از او که فرد کاملا مجرد است آه. یک زندگی کاملا متفاوت داره هدف و غرض او شرایط و او طرز فکر او نسبت به زندگی کاملا متفاوت است و باز بین دورانی که وارد زندگی مشترک میشه کلا میشود یک مرد و یا یک زن متأهل یک خانم خانه‌دار به اصطلاح یا یک مرد به اصطلاح آیلَمند که کلا ویژنیاش متفاوت است این اولین نکته ای که حساسیت دوران نامزدی را زیاد میکنه این است که بین دو تاست. به اصطلاح حامیانه شاید بتونیم بگیم که نه رومی روم است و نه زنگی زنگ نه حالت او به اصطلاح استقلال کامل و او رهایی و او ویژگی های دوران دوران مجردی را داره مم. و نه از او طرف کاملا وارد یک زندگی مشترک شده که او مسئولیت ها او مسائل و او به اصطلاح می شود گفت که حقوق و وظایفی که دارد بنابراین این حساسیتش نمیست که دارست. یک حالت بینابینیست شیرنیش به کجاست خب طبیعتا ببینید در عرف آمیانه میگن که فلانی مثلا یک وقت میخوام بگن که طرف بسیار شخص مقابل ما بسیار دوران خوبی داره میگه انگار در دوران نامزادیش هست یعنی بسیار خوش میگذره و بله بله بسیار خوش به خاطر چی به خاطری که به عبارتی هم جذابیت هایی که دو جنس برای هم دارن به عبارتی جنس مخالف برای طرف داره مثلا جذابیت هایی که خانم برای آقا داره یا آقا بلد. برای خانم کاملا یعنی در وهله ابتدایی تا این حالتش و در حال تجربه کردن است اه. او دلباختگی ها او ایجاد صمیمیت ها وابستگی های عاطفی به اصطلاح آمادگی بسیار بالا برای شنیده شدن برای دیده شدن برای تحسین ده. شدن برای تعریف شدن و خب باعث میشه که بسیار دوران شیرینی شیر شیر باشه علاوه بر از چند روز زندگی نشدن بله. سرای زندگی دقیقاً. حالا ما چی چی بخریم آره، چی نخریم کار... چی پخته کنیم چی نکنیم هستن بس بس بنابراین نی... بحث شیر نیست اما خدای نکرده اگر که به عبارتی بریم وارد فاز تلخیش بشیم که حالا ان خواهیم رسید بحث بس در, در سرش خب باز متاسفانه ممکنه که کم که با کمال تاسف در سالهای اخیر مشاهده هستیم که کمی تا قسمتی شود گفت که زیاد شده این ماجرا که در دوران نامزدی هم ما شاهد جدا شدن ها هستیم گاهی وقتا بعد از اینکه نکاح هم بسته میشه میبینیم که مجرب طلاق میشه و خب, اختلافات بسیار زیادی پیش میایه در همین موضوع ما سوال داشتم که خب هر حال میگن که بسیار وقتا امکان داره به جدایی ختم شوه بله آیا فکر میکنین که کار که به جدایی ختم میشه آیا اشتباسی ای کار؟ خب بسیار وقتا هست که در دوران نامزدی دوران نامزدی یعنی زمان شناخت مهم. که دو نفر باید در همین دوران بتونن همدیگه رو بشناسن دیگه حالا مثلا ما یک مثال اگر بگویم خب مثلا اولادای ما قبل از اینکه وارد مکتب شون میرن یک آمادگی قبلش مثلا میرن یک مثل مهد یا مثل کودکستان واری یک آمادگی میرن که یک یاد بگیرن نحوه که مثلا برن از خانه جدا شوند از پدر و مادر جدا داشن. وارد یک مرحله زندگی که برای یک کودک شاید مثلا آشنایت ها و مسائل های زیادی رو در اونجا تجربه کنه حالا دوران نامزادی رو ما مثلا میتونیم یک مثال هم قسمی بیان کنیم مهم. خب اینا هم, هم قسمی دوران شناخت هستن خواهی در دوران شناخت اگر به طلاق منجر شود آیا واقعا عیب است مشکل وجود داره؟ اه... یا یعنی میتونه که جلوی بسیاری از سختی ها و مشکلات در آینده بگیره؟ بله. نکته اول که خب حالا چون شما فرمودید سوال اول هنوز پاسخ داده نشده در موردی که چقدر طول بکشه ان شاء اول به پاسخ خواهم داد نکته دوم که شما فرمودید که آیا شناخت اتفاق میفته مم. بعدی رو بررسی کردیم خان که آیا واقعا امکان داره که کسی در نام زدی بتونه طرف مقابل خود داره. کامل مم. بشناسه یا نه و نکته سوم که خب آیا ای بس یا نیست مم. حالا قدم به قدم ان شاء بله بسیار هم عالی نکته میتونم بگذارم چون امکان داره که در ذهن پیش بیاد بسیار خوبی هم فقط مسئله است و برای وضوح بیشتر خدمت به آنگاه گفتیم قدم به قدم مستزن. دانه بدارم نکته اول ده. چقدر طول بکشه مم. خب ما در متناسب با او چیزی که در جو جامعه ما وجود داره و می‌بینیم بین به اصطلاح هموطنان ما حالا در فرهنگ های مختلف در ورایت های مختلف مم. حالا او دست از عزیزانی که در غریجات و به و روسوالی ها زندگی میکنن یا او از عزیزانی که در ولایت ها و در شهرهای کلان زندگی میکنن ممکن است با هم متفاوت باشه لذا ما ایره به صورت خاص نمیتونیم خیلی جزئی کنیم ولی یک اصل کلی است ببینید نامزادی به فرمودی شما یک دوره قبل از به اصطلاح ورود به زندگی مشترکه ام. لذا اگر قرار است در همون حدودی باشه که آمادگی صرفا به دست بیاید یک واقعیت است که در بعضی از به عبارت قومیت ها در بعضی از فرهنگ ها در بعضی از مناطق کشور ما یک سری ویژگی ها یک سری آداب و شاید بشود گفت که البته سنت های و نادرستی نسبت به ازدواج وجود داره مثلا گله های سنگین میگیرن به اصطلاح در حالا در بعضی ها گفته میشه پیشکش می‌گیرن مبالغ هنگفتی رو به عنوان شیربه ها اعلام میکنن که اینا خود به خود فاصله بین دوره نامزدی و دوره زندگی مشترک رو بسیار طولانی میکنه آه، تبدیل میکنه به چندین بزنان. سال درسته. و این باعث میشه که بسیار طولانی بشه خب این نکته اولی که باید به این دقت کنیم وقتی که میگیم دوران نامزدی نامزادی منظور ما نامزادی است که رفت و آمد به فرموده شما حالا زمینه برای شناخت اصلا وجود داشته باشه مهم. باز متاسفانه حالا بگیم یا شاید در بعضی موارد مراحل بعضی هایی را بگن که نه خیلی هم خوب است خوشبختان است ولی من این را میگم که اگر قرار است که ما نمزادی را به عنوان یک مرحله ای در نظر بگیریم که مقدمه شناخت برای ورود به زندگی است مهم. لذا رفت و آمد باید وجود داشته باشه مهم. لذا اون نکاره به اصطلاح باید خوانده شود و این دو نفر محرم بشن و یک سری امکانات و تسهیلاتی برای برقراری رابطه وجود داشته باشه مثلا هم دیگه ببینن گپ گف و گفتی داشته باشن بالی. بیرون برن به عبارت این ای زمینه رو ایجاد بکنیم که این دو نفر کمی با هم تعامل و رابطه داشته باشن حالا اینکه در فرهنگ ما یک سری محدودیت هایی برای برقرار رابطه است کاملا درست است و خب متناسب با اون چیزی است که در جامعه ما مطلوبه اون رو ما به طور کلی نرد میکنیم کنیم که بخوایم خدای نکرده خب ممکن است سری چالش ها به وجود بیاد ولی مقصود ما از دوران نامزادی اون مرحله است که مثلا این دختر خانم و این پسر خانم آقا بسر دختر و پسر جوان نکا بسته شدن بلی. محرم هم شدن حالا در دوره نامزادی قرار است اینها با هم رابطه داشته باشن رفت آمد داشته باشن گفتگو داشته باشن وگرنه خانم زهوری آنچه که تحت عنوانی که مثلا در فرهنگ ما هست که مثلا یک کدام انگوشتر میگیرن خانواده داماد به خانواده عروس یک مثلا مقدار توفه و هدایه را بله. میگیرن میگن که خب ما دختر شما رو نشان کردیم بله. یا این نامزد شد بعد این علمو مسئله گله و پیشکش و فلان پیش میاد بله. و بعد این جوان مجبور میشه که خب برای پرداخت این آنچه که خواسته شده است از او حداقل یک سال دو سال گاهی وقتا متاسفانه ممکن است که سالها طول بکشه بله. که این جوان مجبور بشه خب این دیگه نامزدی نیست دختر در خانه پدرش هست بچه در فلان مملکت در حال کار کردن حتی و اینا نکاح هم نکاح هم نشدن هیچ آه. رابطه ای هم با هم ندارن این دیگه اصلا نامزدی نیست این به اصطلاح نشستن تا زمانی و... است که این و, این بسیار چیز بدی یعنی نشان کردن یه نشان میگه کردن دختر است. دنام کرد دنام کرد فقط خب این نشده... بله مشکلی مشکلی هم که ایجاد میکنه اینه که خام زوری گاهی وقتها ممکن است که این فاصله بسیار طولانی هم ذهن یعنی ممکن است که او توقعی که خانواده عروس از داماد داشتن او بنده خدا جوانی که مثلا 20 ساله 18 ساله یا کمتر یا بیشتر رفته اه. دو سال سه سال و دید که خب با وجود تورمی هم که الان در جامعه آه. در سطح جهان وجود داره این توانایی رو نداره بعد ممکن است که اعلام کنه خب من نمیتونم بعد مشکلی که اینجا اتفاق میفته دختری که به بفرموده شما نام شده نشان شده اه. و در طول دو سال سه سال خیلی از موقعیت های دیگر از دست داده به دلیلی که در نام و, و مثلا ششتم. بچه فلانی بوده شیشته بوده خب بسیار به عبارتی ناخوشایند است و ناسحی هست و نادرست است به خاطری که صرف این باعث میشه که اگر که تاکید میکنم زمانی که قرار است بسیار طولانی بشود خب حالا بس نکاوستن وقتی پس منظور و مقصود ما از این امزادی که حالا مطرح میکنیم زمانی است که این دو نفر بر اساس اعتقادات و اصول ارزش های دینی ما با هم نکاح بسته شدن عقد نکاحی نخوانده شده اینا محرم هستن و با هم رابطه دارن خب حالا چقدر طول بکشه طبیعتا هر ببینید یک حالتی که هم اینمون مفهوم آمادگی درش صدق کنه اگر این نهی که بگیم یک هفته و یک ماه خب در یک هفته و یک ماه ممکن اینا یک بار توانی فرصتی رو پیدا کنن که با هم گفتگو کنن خب پس اتفاق نیفتاد او هدف ما وجود داره در جامعه حتی گفته وقتا در بعضی از فرهنگ ها یک نمیدن. شب بله اصلا خب این اصلا واقعا بسیار سخت و سنگین است یعنی ببینید ما حتی تصور میکنیم در مهمانی میریم شما اگر وارد یک جمعی بشی که اینا رو نمیشناسی صرف دو ساعت سه ساعت ولی رابطه دو ساعت سه ساعت بسیار حالا که حالت سرگردانی داره گاهی وقت آدم ممکنه که خجل بشه شرمنده بشه گاهی وقتا ممکنه یک ترس ایجاد بشه استرابی که خب الان با چی کار کنم چرا هم گپ بزنم حالا شما تصور بکنید یک دختر یک دختر دلی. جوان بدون هیچ گونه شناختی به همین ترتیبی که در عرض مثلا صبح اینا رو میبرن نکاح میبندن شب اینا و خانواده داماد دنبال عروس میآیند و عروس وارد خانه و زندگی و وارد به خصوصی ترین و کام... به ببارتی... کاملترین رابطه با یک فرد میشه بدون اینکه هیچ آگاهی و هیچ شناختی در موردش داشته باشه بسیار بسیار مسئله سختی است و واقعا این رو باید بپذیریم مم. که سنگین تمام میشه برای چه دختر جوان چه پسر جوان در هر دو موردش یعنی پیشنهاد میکنیم خانم رضایی که نسبت داشته باشه این دوران نامزدی رو توصیه میکنیم یعنی مقدمه رو این مقدمه رو یک آمادگی را برای ازدواج داشته باشه مونتا به شرطی که تاکید میکنم باز متناسب با فرهنگ ما متناسب با ها و نبایدهایی که در عرف جامعه ما وجود داره مبنی بر محدوده روابط بین این بهتر است که قضیه بسیار طولانی نشه یعنی ما نریم به سمتی یک سال نامزاد باشه نهایتا نا بین سه ماه شیش ماه حالا کمتر یا بیشتر یک دوره ای که همون ببینید مثلا شما فرض کنید ده هفته دوازده هفته حالا اگر رسم معمولا اینجوری است که به عبارتی هفته یک بار ممکن است پسر جوانی قابل مثلا اجازه را از طرف خانواده دختر دلست. داشته باشه که که برن نامزد خود ببینه مثلا آه. بیرون برن یک رستوران یک جای یا حتی در خانه پدر دختر گفتگویی داشته باشن ما هم خوبی مناسب است که در طول همین موارد به عبارتی زمینه برای آشنایی پدید بیاید پس میکنم مقصود ما از نامزادی همون دوره آمادگی است و بهتر است که طولانی نشه یعنی همون بحث آمادگی را ما داشته باشیم یک وقتی اگر که حالا این دوره تبدیل شد به یک و سال و دو سال و سه سال یک سری مذراتی داره که انشالله در آخر بس در بحث دردسرها در به اشاره خواهیم کرد خب خانم روزی ینال وظیفه والدین در قسمت چی است که یعنی مثلا وقتی یک نفر خواستگار میآید بله پدر و پدر از اون مثلا که بر خانواده داماد مهم. معلوم کنه ای بله. مشخص کنه بله. نوشته کنه مهم. مثلا بگوین که خب حال که خودت آمدی مهم. دختر ما را نشان کدی نامزاد کدی خب حالا اگر, اگر نامزاد کرد مهم. یا نشان کرد در بله. دو حالت بر از او زمان مشخص کنه درست ما. است؟ احسن کاملا درسته نکته شمیست که ببینید الان این خواسته های خوده یک به اصطلاح میگن که ما مثلا ما در فرهنگ حالا طلبان دادیم یعنی ما طلب ما چیست توقع ما از شما مثلا میخوان وادی عروس اعلام میکنن که او چیزی که ما از شما میخوایم متناسب با فرنگ ما به عبارتی حالا طلبان که اسمش میذاریم نه که خدای که طلب واقعی باشه ولی خب خواسته ای ما طلبان یعنی نوشتن هم موارد احسن بر شما کاملا مشخص باشه یعنی بسیاری از فرهنگ های ما ایران ندارن و این باید باشه خانم زو ببینید مشخصا توقع ما حتی در مسائل بسیار ریز مثلا اگر من شیربه ها میخوام مگلگی میخوام پیشکش میخوام دقیقا چه مبلغی رو میخوایم اگر ما مثلا محفل میخوایم چند تا محفل میخوایم حتی در بعضی از موارد آره میخونم. ریز ریزتر جزئیتر او زمانی که ممکن است اینو در دسر ساز باشه برای آینده بهتر از مشخص بکنم و بدی به خانه دا خانواده دا داماد حالا خانواده دا داماد متناسب با توان خود آیا واقعا و در توانم هست ببینید ما در بحث اسلامی در مورد مهریه دقیقاً داریم میگیم که اندل مطالبه یعنی مرد جوانی که قصد ازدواج داره زمانی که معین میشه که مهریه خانم اینقدر است باید دقیقا این تصور رو بکنه آیا بی همه هم همین لحظه بالفعل یا حتی در آینده قرار نیست که اتفاق خیلی شگرفی در زندگی ما به اقتصادی بیفته آیا ما توان پرداخت نوعی مهریه را دارم یا نه به خاطر این دل مطالبه بودن یعنی که ظرفیت و پتانسیل و توان اقتصادی خودش رو بدانه ببینه ببینه آیا واقعا متاسفانه جنجال هایی که بعدن درست میشه در زندگی مشترک است که مهریه را می نویسن بعد به اصطلاح میانه میگن کی داد و کی گرفت دل تمام ولی واقعا آه. به یک جای میرسن که باید بدهن و وقتی که آه. بحث دادن و گرفتن مهریه پیش بسیار عمیدنه. چالش های جنجال های بسیار بسیار بزرگ که متاسفانه گاهی وقتا حتی منجر به یک سری جرائم می شود منجر به یک سری اتفاقات ناخوشایند لذا پس پسی که شما گفتین بسیار نکته جالبی بود و خوبی بود ای که خانواده عروس کاملا یا حتی برعکسش صن <applause> اگر در در بعضی از مناطق و در بعضی از فرهنگ مرسوم است که خانواده عروس قرار است مثلا چیزی بده خانواده داماد بگه ما از شما چه توقعی داریم چه انتظاری داریم دو طرف کاملا روشن و واضح و بعد بگن که من خب مثلا این وقتی که طلاوانو نوشتن میکنن به خانواده داماد میگن خانواده داماد به خودش حساب میکنه این توقعاتی که از ما داشتن خب من نمیتونم مگر حداقل یک سال به من فرصت بدن ام. اینا بگن که من یک سال فرصت میخوام حالا آه. در طول دورانی یک سال و خان... دختر دخترخونه میره میپذیره که اینا میرفته و یک سال ادامه داشت. داشته باشه دارم. که بسیار از موارد یعنی می جنجال میشه که خب ما, شما به ما گفته بودین که سه ماهه عروسی میکنیم شما الان مثلا 6 ماه اروسی نکردین چرا این اتفاق افتاد من نمیخواستم که شما مثلا بچه شما در رفت آمد با خانواده ای ما باشه مثلا دختر جوان دیگه داره 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 خوش... بله ما امکاناتش بله. ندارم خب سختگیری ها بله. پدرا دارن معمولا خوش... در تا یک اندازه خان حضوری باید پس این این که معقولم هست ببینید ممکن است در یک خانواده سه دختر جوان باشه این دختر اول است که نامزد میشه دو دختر جوان دیگه دارن و این پدر فقط صرفا به این دختر نگاه نمیکنه داره وضعیت کل خانواده ایشه این رفت آمد ها ممکنه تاثیرات متفاوتی روی دخترها یا تا پسر جوان داشته باشه لذا متوجه رو به شناختی که از خودش و تربیت فرزندانش داره میگه من محدودی منه نیست مثلا اگر میتونین ده پنج ماه ده شیش ماه آروسی کنین که خب اگر نه مثلا نیکانه که بفرموده شما اگر اتفاق خاصی افتاد به حال میدانید که وقتی که سیغای نکاح خوانده میشه یک سری حقوق برای در طرف این میشه ولی بحث نامزدی فقط صرفا یک درخواست در متناسب با سنت و فرهنگ است که اگر که احیانا قبل از اون صرفا اتفاقی بیفته صرفا یک بحث عمومی است مثلا اگر فلانی دخترش نامزد کرده بود حالا پس داد یا پس گرفت یا فلان ولی وقتی سیغای نکاح را این خانم به هر حالتی خ... همسری یا و او آقا شوهری خانم و این دو نسبت به هم حقوق و وظایف و مسئولیت هایی دارن که دیگه باید اید. اجرا بشه مم. بحث حق الله و حق الناس مطرح میشه پس جمبندی اگر بکنیم نامزدی بسیار داره. خوب است درست. مقصود ما از نامزدی رابطه است که دختر و پسر جوان بعد از به اصطلاح خواندن سیغه و بعد از محرم شدن با هم دارن و بهتر است متناسب با شرایط طرفینی کاملا مشخص و محدود باشه نریم به سمتی که زیاد طولانی بشه چون که ممکن است که درد سر ایجاد کنه بسیار قدم اول قدم اول گفته شد میان برنامه تقدیم شما عزیزان همچنان بیننده باشین به قدم های بعدی هم میرسیم درد پنهان به تو گویم که خداوند کریمی یا نگویم که تو خود واقف اسرار زمیری دست در دامن عفت زنم دست در دامن عفت زنم و باک ندارم که کریمی و حکیمی و علیمی و قدیری خالق خلق و نگارنده ای ایوان رفیعی خالق صبح و برارنده خورشید منیری نور از را در وجود من متجلی کن که سخت محتاج آنیم. خدایا، برکت نگاهت را در نگاه هم بریز. تا هر کجا که می نگرم نیکی باشد و مهر. برای داشتن تو ریسمان نبستم. دل بستم. دل بستم همین که حال دلم خوب است برایم کافی است پروردگارا هنوز هم می شود تو را حتی اگر دلم همان عاشق دیرینه نباشد هنوز هم می شود بر سجاده عشق ذکر سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد و لعف را در این حجوم ثانیه ها تکرار کرد هنوز هم می شود سر بر سجده گذاشت و نوای الهی و ربی منلی غیرک سرداد هنوز هم تا همان خدایی خدایی که لحظه ای از حالم بر او پنهان نیست یا رب العالمین آرزومندی هستیم که قدم به قدم به سمت خوشبختی باشین شما عزیزان بیننده شما خانواده های عزیزی که بسیار دوست دارید که اطلاعات و آگاهی های خودتان را نسبت به همه موضوعات زندگی روز به روز بالا ببرن و خود همی بالا بردن بر حال اطلاعات و بسیاری از مسائل های زندگی خودش باعث خوشبختی و موفقیت میشه در زندگی ما پس بیایم کوشش کنیم که تمام موارد های زندگی خود ما را اطلاعات و بسیاری از مسائل های زندگی را جستجو کنیم پژوهش کنیم پیدا کنیم و از طریق برنامه های مثل برنامه های روشننا گوش کنیم و فرا بگیریم و در زندگی خود ما عمل کنیم نمبر واتساپی ما مثبت 964 780 255 40 حتما همکارای ما زنویس میکنن برای زیر تلویزیون های شما عزیزان یادداشت کنین با ما در ارتباط باشین سوالاتی اگر دارین پیشنهاداتی اگر دارین انتقادات هر گپی که نسبت به هر موضوعی که دارین میتونین با ما در ارتباط باشین به خصوص در رابطه با ازدواج شاید شما جوان عزیز صحبتی داشته باشی مشاوره داشته باشی دکتر رضایی اینجا هستن و میتونن به خوبی به شما مشاوره بتن نسبت به این موضوعات خب در ادامه هستیم و ببینیم که قدمهای بعدی چی است نسبت به موضوعات زندگی و خوشبختی خب خانم رضایی عزیز حالا ما اگر بیایم بپردازیم در موضوع دوران نامزدی خب ما گفتیم که دوران نامزدی دوران شناخت است البته اگر اجازه داشته باشن که این دو زوج بتونن همدیگر رو ببینن بله. و با هم بتونن ارتباط عاطفی داشته باشن صحبت داشته باشن گفتگو داشته باشن خب فکر میکنیم که این شناخت چقدر میتونه انجام شه تا چه حد میتونه این شناخت پیش بره در زندگی بله حالا مثال من به اون مثالی که شما زدید اگر میره ما آمادگی برای صنف اول مکتب در نظر دا بگیرید مم. اصلا کلا شما به اصطلاح آمادگی یا مهد کودک ما میگیم یا هر مثلا کودکستان کودکستانی که داریم اینو در نظر میگیرین که خب طفل ما بره و اصلا اصلا اولا یاد بگیره که از من جدا باشه آه. ولو برای 3 ساعت 4 ساعت بلو. بعد بره که در یک جمع قرار بگیره کیفیت رابطه با مثلا همسن مثالای خودش بیاموزه بعد آهسته آیستا آهست آموزش ابتدایی رنگ ها رو یاد میگیرن یاد میگیرن که احساسات خود ابراز بکنن سمت چپ و راست و الی اگر, که نامزدی را اینمو دوره قبل آمادگی برای زندگی مشترک در نظر بگیریم پس طبیعی است که قرار یعنی آن چیزی که در کودکستان یاد میدن به سنف اول کامل یعنی نیست که آمادگی کامل داشته باشه نه بعد سنف اول باز دوره از اون هفته اول باز دوباره بچه‌ها باید, باید چیزای جدید یاد بگیرن بله نکته اول قبلا هم بارها و حال البته ما یادم هست که در طول همین برنامه قدم به قدم به خوشبختی میره چندین بار حداقل به عبارتی تاکید کردن روی این موضوع که امکان شناخت کامل نسبت به هیچ فردی امکان پذیر نیست یعنی هیچ کسی هیچ گاهی نمیتونه اداره بکنه که من کامل. فلان کس را کاملا میشناسم نکته جالب تر است که حتی در مورد خودمان خانم زوری مسئله معرفت و شناخت پیدا کردن اونقدر بحث عظیم و بسیار سخت و حتی گاهی وقتا پیچیده و مشکلی هست که ما در روایت دینی ما خودمان داریم که من عرف نفسه فقط عرف ربه یعنی مم. انقدر معرفت و خودشناسی و شناخت و آگاهی نسبت به خود امر پیچیده و عظیم نیست که اگر کسی توانست خودش رو بشناسه به خودشناسی هم خود رسید درست. لذا وقتی که شناخت خودم بسیار سخت و نمیدیم غیر ممکنه ولی یک مسیر فوق قطعا شناخت کامل کسی دیگه ای می شود گفت که حالا واضح تر بگیم امکان پذیر نیست من نمیتونم یه داره با هیچ ولی کامل منظورتون کامل اصلاً است اصلا شناخت کامل از از طرف شناخت مقابل اصلا شناخت امکان پذیر هست طبیعتا همین اینمون مفهوم و آمادگی است دفتیتاً. خب آیا در دوران نامزدی من میتونم که نسبت به طرف مقابلم شناخت پیدا کنم بله در صورتی که ام. ما دو نفر بتوانیم در موقعیت قرار بگیریم که موقعیت ها شبیه موقعیت های واقعی زندگی ما هست اگر صرفا در دوره نامزادی قرار است دختر و پسر جوان همیشه رستوران برن و بعد آقا مثلا بپرس خب خانم امروز مثلا این هفته شما چی میل داری خانم انتخاب بکنه و بعد با هم گفتگو کنم حالا یک گردش تفریام برم تمام در همین اندازه آه. باشه و بعد دوباره برگردن خانه خوب خداحافظ شما مثلا خانه پدر خود هستی من خانه پدر خوده نه قطعا اون شناخت به دست نمیاد چرا؟ نهاری. چون یه پوشش است. مثل این میمانه که شما یک توفقه که داخل یک مثلا کادوی زرورقی بپیشین این کادوی زرورقی جذابیت شده ولی که داخل او چیست هیچ معلوم نیست دا 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 دا. بزنشت بزنشت تا باز تا باز لذا اگر که مقصود ما آیا امکان شناخت وجود داره بله اولا شناخت کامل نیست همطور که شما اشاره کردید یک مقدمه و آمادگی برای شناخت است منتهی این همین مقدمه و آمادگی و همین شناخت محدود زمانی است که ما در موقعیت‌های واقعی زندگی قرار بگیریم یعنی واقعا پسر <coughs> جوان سر دسترخان پدر خانومش پدر نامزادش قرار بگیره و ببینه که در فرهنگ خانوادگی این دختر خانم این نامزاد چه قسم رفت آمد ها چه قسم گفتگوها آداب و معاشرت اینا چه قسم است خب حالا میتونه خود با اینا هم کنه ای پسر یه پسر جوان در یک خانواده کاملا صمیمی و عاطفی که دائما با هم شوخی دارن به گوبه دارن سر سفره اختلاط میکنن بسیار اتفاقایی میفته خب با اون همون روش میایه هفته اول هفته دوم میبینه که نمی هر چی سر سفره میگه همه ساکت آرام Oh. خب ای الان این رو باید بپذیرو پس ای خانم؟ خانواده همسر من خانواده نامزده و اینا می قسم خصلت ها رو دارن یک قدم میره پس من توقع نباید باید باشه اینا که سر سفره قدر رسمی هستن طبیعتا در گفتگوهای بعدی هم در معاورات بعدیش هم رسمی هستن خب شناخت آیا خب یا من این میپذیرم نکته اول میتونم این قبول دارم یا از قبل مثلا میدانست و میره حلو. حالا تلاش کنم به یکی کمکی من به اینا نزدیک بشم و طبیعتا باز دوباره به نامزدم بگم خب ببین مدنی اینا می تو خانواده کلان شدم ما معمولا صمیمی هستیم خواهر برادرها هم گفتگو میکنیم سر سفره و باز این زمینه من برای او ایجاد, ایجاد کنم که او هم کمی خود به من نزدیک کنه شناخت نسبت به خانواده ایم بله بله. در مورد رفت آمد ها در مورد سبک پوشش ها در مورد میزان مصارف و مخارج خانواده در مورد کیفیت برخورد اخلاق ما قسمی هستیم که مثلا اگر از چیزی ناراحت شیم خیلی راحت اعلام میکنیم یا نه ما دلخور میشیم قار میکنیم فاصله میگیریم این خیلی مهم است که من بهش صحبتای بسیار مهم است مثلا مدل خانواده ای ما است که وقتی اگر احیانا نسبت به چیزی ناراحت بشون رسما اعلام میکنن و بعد میرن به طرف مقابل میگن یا نه بین خودمون نگاه میداریم و بعد رابطه ها رو را قطع میکنیم کینه ها به وجود میآید در پی انتقام هستیم بسیار نکات مهمی است خانم رضایی منظورتون نیست که این نکات <تصحنت> ها این دو زوج وقتی در روابط با هم بگوین اصلا یا بگوین تا زمینی ایجاد میشه خام زوری واسه ساده صادقانه بگویند. بگوین بله حتما اطلاع باشه که مثلا رو بله قطعا دیگه خاله باش که این مثلا پشیمان نشه یا که دلخور نشه از یا که ما درست اساسی یک دقیقاً گفتم که شما آره واقعیت های زندگی, زندگی یعنی زندگی یعنی نمادی انگار میشه میشه گفت که یک نمایشی از زندگی واقعی از خود واقعی ما از خود واقعی طرف مقابلیم خود نشان بده پس من بنابراین ای که میگیم شناخت ایجاد میشه بله موقعیت برای شناخت هست باز تاکید میکنم به شرط اینکه زمینه های زندگی واقعی پدید بیاید وگرنه سانسوری واقعیت تلخ است متاسفانه پس از اینکه وارد زندگی مشترک میشن خود رو رونما میکنه اینم همیشه دیگه اینم زر شد میبینیم که داخل این توفه او چیزی که یا یا هیچ نیست آه. یا او چیزی که من فکر میکردم نیست من تصور کرده بودم که این چون زر ورقه بسیار لوکسی است احتمالاً در دا داخل از این فلان مثلا زیورالات گران قیمت است اینا که وا میکنن میبینم که اینمی یک مثلا دستمندک مورگی <applause> مثلا اینو نمیخواستم مثلا فکر نمیکردم که ایمی ای باشه مثلا نمیخوام ما با تصور و توقعی وارد زندگی نشدم ولی بله خانم رضایی ببخشید یه گپ بزنم که اکثرا هم قسمی که دیگه حاله هیچ کس او چهره واقعی خودش را نمیاد رو کنه <applause> مثلا بیای بگه که ها مثلا من یه آدم بد اخلاق هستم یه آدم هستم که زود عصبانیت میکنم نه فهم یه آدم هستم که اطور اطور هستم باز هم کنی نه لازم نه خب شاید نگفت ما باید ایجاد کنیم من به عنوان یک دختر جوان نه خانم رضایی نگاه کن این نکته مهمی است به عنوان یک پسر جوان و به عنوان یک دختر جوان باید مقدار زیرکی و یک مقدار به اصطلاح چیه داشته باشم این جسارت را داشته باشم و این مهارت را داشته باشم آه. که واقعا حتی شده یک وقتها این زمینه را برای اختلاف نظر پدید بیارم اجازه می بینید دقیقا حتی شده عمدن حتی شده عمدن اگر نامزدم مثلا در مورد فلان موضوع نظری داره دقیقاً اعلام مخالفت کن، ببینم اگر مثلا خب به تو واقعی اگه من مخالفت کنم احسان بر شما چی بکنی نشون میده چند درصد این آمادگی داره که به ما موافقت کنه چقدر ایثار داره چقدر گذشت داره در کدام مسائل امکان داره که کنار بیاد در مسائل مالی یک وقتی می‌بینیم یک وقتی یک آدمی هست که به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی از خواسته ها و نیازهای مادیش نمیتونه بگذره ولی در مقابل مثلا از یک چیز دیگه ممکنه دقیقاً این میخط قرمزها یعنی جاهایی که اگر زمینش ایجاد نشه خب فایدهش چیست بس اگه حالا طبیعتاً با قول شما ممکنه طرف نگه نه من باید یعنی به با عنوان یک نکته بسیار مهم باید زمینه رو ایجاد کنم و باید این سوالا رو بپرسم یک کف دیگه بله بسیار دخترای ما به خاطر نام پدر خب میگن که خاله هرچی چی هست هست اگر خوب است بعد از هر چیست من مجبور هستم کمرای از زندگی کنم درست؟ اه 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 اه. یعنی روال زندگی بر حال بسیاری از خانواده های ما همین گپ است که پدر میگه که با پیرن آروسی میری با کفن برمیگردی یعنی دخترای ما شاید ای جرأت و ای جسارت ها هیچ وقت به خودش نتر که بگوی خو آل ما مثلا آمدیم دوران نامزد می میره بشناسم که اگر ای خوب است که خوب اگر نیست که خلاص امه. کنم مثلا این نبارد زندگی, زندگی نشب. نشب. به این مرحله ایت نمیرست خانم رضایی مطمئن باشین به خاطر چی بخاطر از اینکه میگن خو اینو می هر چی هست هست دیگه اینو می من مجبور هستم که تزمین زندگی کنم تا آخر عمر خب این از کجا میایه از تلخیای تلخیا به هر حال هست دگر. حالا ما در برنامه قبلی ذکر دادیم که ما متاسفانه به خاطر عدم آگاهی است که نسبت به این مثلا ای که با پیران سفید رفتی با کفن برگردی ام. میگیم که یکی از باورهای اعتقادی ماست که زندگی خانوادگی باید استقام خدا داشته باشه اما تا... و حالا که در این حال نمیدانیم که طلاق ام. یکی از حلال های دین است حالا گرچه ما داریم که مکروه ترین حلال خدا است ولی حلال است آیات متعددی از قرآن کریم در مورد کیفیت طلاق ام. نازل شده است ام. و توضیح لذا پس وقتی که خدای سبحان

منطقی و قانونی و شرعی و متناسب با اینکه که آدم ها ممکنه به این چالش ها بله. مواجه بشه که نکرده فرار کنه یا خودسوزی کنه احسن بشه که... مشکل از کجاست مشکل از عدم ضعف عدم آه. و ضعف در یا عدم آگاهی است یا ضعف در بنیون های اعتقادی ما که ما اسلام رو نه بر مبنای اساس دین بلکه بر مبنای آن چیزی که دوست داشتیم یا دیگران به ما گفتن چرا بد باشه بله اصلا چرا چیزی رو با یعنی یک تلقین قسمی داشته باشیم به دختر و به سر جوان ما که اینمی که هست هست میگه مثلا این خانم من این را احساس میکنه ما با هم هیچ تناسبی نداریم متف... اصلا کلا قسم شناخت این من نگاهی به زندگی با من کاملا متفاوت هست من هر هدفی که به زندگی دارم با این آدم سازگار نیست من هر آن چیزی که میگم می با اون مخالفت میکنه هر آن چیزی که از نقشه های آینده این بری میگم برای اصلا مسخره است هیچ من درک نمیکنه نمیفهمه اینا میره به پدر و مادر میگه میگه بچه‌م مثلا فلانی هستم دختر آجی نیست و نام ماندیم. نه خب اگر که قرار است جوان این عزیزترین چیزی که خود از بزرگترین نعمتی که خدا به ما داده فرزندی بوده که وظیفه داشت او رو مراقبت کنم تربیت او رو به بگیرم و این جوان شده به اصطلاح چی حالا اگر قرار است بر اساسی که مبادایی مثلا فلانی ناراحت و یا نام مثلا ده جامعه ولی قرار است زندگی آینده جوانه ما به تباهی کشیده شود و متاسفانه تلختر از او قرار است این زیر یک ای سقف متصف... حالا اتفاقی که میفته بعد از او دو تا طفل دو, دو موجود معصوم و بیگناه وسط ای جنجال باشن وسط ای کشمکش ها باشن و بعد در نهایت بعد ده سال بعد پنج سال بعد سه سال اتفاق بیفته و تلخی های بسیار زیادتری به دنبال داشته باشه <applause> چرا من این این زمین از این زمینه از این ظرفیت از به عبارتی راه حلی که خدا برای ما قرار داده خدا قرار داده قانون قرار داده کاملا منطقی و به عبارتی قانونی است اگر اگر که میگم ده. عرف ما متاسفانه یک واکنش بسیار منفی بود داشت یعنی به خاطر بس... نام مسبقی. خودش که خراب نشه در اجتماع بله. در جامعه حاضر می شود که آینده پاره تنش میخواد تا آخر عمر عذاب باشد. متاسفانه خیلی وقت آخر عمر نمیکشه خان زود یعنی دیر یا زود و باز اون زمان میزان سختی و تلخی و عوارضی که ای به میگیره بسیار بسیار زود. او زمان دیگه بحث دوتا تا زندگی است یعنی واقعا زندگی بچم که حالا پدر شده پدر همسر است و پدر دوست تفل شده خراب میشه زندگی و زندگی او دختر که حالا مادر شده و بسیار از موارد و ظرفیت ها و حتی امکاناتی که برایش در دوره مجردی بود مثلا او زمان در نامزادی جدا میشدن از هم میتوانست مثلا یک سبک سیاق دیگه زندگی رو داشته باشه گزینه دیگه داشته باشه ولی الان ممکن است از این اقدام برش وجود نداشته باشه بسیار عالی پس نکته سال دوم و مسئله بسیار مهم دوم آیا امکان شناخت وجود داره بله این شناخت در صورتی به وجود میاد که ما زمینه ها رو فراهم بیاریم و اگر زمین فراهم نبود من به عنوان یک دختر و پسر جوان وظیفه است که اگر واقعا برای مهم است که زندگی آتیم ان شاء الله به سعادت و خوشبختی منجر بشه و این زمینه رو ایجاد کنم و این بررسی ها رو انجام بدم و سوال سوم دردسرهای دوره نامزدی کمی دقیق بشیم در فرهنگ خود ما من فقط اینا رو تیتوار میگم که اگه بسیار بسیار تلخ و ناگوار است نکته اولی این رسم و رسومات و این مراسمات بسیار بسیار زیاد و تشریفاتی و سنگینی که یک حالتی از به اصطلاح هامنتر از خط قرآن واجب تر شده مم. دوری نامزدی جوان آمده پیش خودش تصور کرده که خب ما مثلا یک نکاوندنی خواد داشتیم حالا مثلا یک تعدادی از افراد خواد بودن نزدیکان نان خواد دادم انشالله میرسیم بروسی یک وقت میبینه که از وسط ای رزدی تا به نکاح سه مراسم دیگه است فلان زمان باید فلان کارو بکنی فلان برای فلان مسئله باید تو فلان خریدا یک وقتی حساب میکنه میگه تمام اون که میخواستم در نکوبندانیم خرج بکنم که از بین شد. شد از بین رفت تمام ام. شد حالا باز دوباره نکوبندانی اتفاق میفته میگه خب ان باز جمع جور میکنیم آماده ای میگیم برای عروسی باز میبینه چهار تا پنج تا مراسم دیگه ای وسط هست این که هر کدوم از اینا مراسمای بین منظور کدام واس خانم خب بسیار زیاد اساسا ایدی که میبرن شب چلگی که میبرن شب و ایدی و یه ای بمورد بسیار سنگینی است که نکته اول نکته دوم که یک اشاره مختصری شما کردیم اینه که این فرض نمی که تو داری واقعا وارد یک تعهد میشی این تعهد اخلاقی است این تعهد قانونی است این تعهد شرعی است احساس میکنن وقتی که از اونها سوال میشه در مورد مسائلش مثلا ما داریم که در همون طلبان می نویسن که این دختر خانم مثلا دانشجوست آیا شما اجازه ای که درس خودت تمام کنه میدی یک حسابش خودش میکنه که حالا بگیم بله باز که آمد به خانه خودمان باز بیفانه. خب باز بله اجازه میدیم این تمایل داره که آه. کار کنه بیرون از منزل شاغل باشه شما یه اجازه آ چه قسم با افتخار ما هست به محضی که نکاح میبندن اولین گزینه‌ای که با تحکم کامل گفتم من خوش ندارم که شما دیگه پانتون برید خوش ندارم دانشگاه برید آه. برادر تو روز اولی که اینا آمده بودن خب شما آمده بودی به خواستگاری تعهد دادی بعد رسما نوشتی در طلبان امضا کردی یکی از دردسرهای بسیار بسیار سخت آه. و طاقت فرسا و سنگین است که ما اینو باور نداریم که تعهد است یعنی خانواده عروس هر دو طرف متقابل آه. عروس و داماد اینو صرفا به عنوان یک مراسم نمیدید اخلاقا شما متحد شدی در هر نوع معامله ای که انجام میدی ضرر و زیان داره ضرر و زیان شما تحمل کنی ادمی زمان از هم اول اگر نمیتانی آه. از هم اول بگو قبول ندارم ندارم من نمی من اجازه نمیدم که نه. مثلا من دوست ندارم, ندارم که نامزاد ما مثلا فرض کنید که, که دانشگاه بره من اصلا دوست ندارم که خانم من شاغل باشه نصف روز بیرون از خانه کار کنه همون اول متاسفانه دومین درد سری که خیلی هم شایع است در حال حاضر در فرهنگ ما است که قول و قرارهایی که در دوران نامزدی گذاشته میشه حتی قبل از در دوران خواستگاری مانده میشه مم. وقتی که به نامزدی میرسه یک وقت میبینیم که آیستا آیستا آرام آرام قول و قرارها از بین میره نکته سوم توقعات بسیار بسیار زیادی که طرفین از هم دیگه دارن <applause> قبلا گفتیم که هیچ انسانی کامل نیست هر انسانی یک سری نقایص و یک سری محدودیت‌ها و یک سری معایب داره اینا بدانیم که انتظار ای که خب مثلا فرض کنید طرف مقابل خودش داره نشان میده واقعی خودش نشان میده بعد دختر به او گفتن که یا القاعاتی که از خانواده طرفین ای که در این نامزدی این قسم باشه وا ویلا که سر زندگی بریم چطور نه همین است. آه. واقعیت خودش داره نشان میده توان خودشه ظرفیت خودش خودشه شخصیت خودشه مثلا من در فلان موضوعی نمی برخورده دارم گاهی وقتا هم کسانی القاعات اطرافیان بسیار ناخوشایند است و این که پسر و دختر جوان این معرفت درست از کمک گرفتن مشفرت مشورت کردن بله بله. ولی ثبات داشتن و بو استقلال فکری رسیدن که بپذیرین طرف مقابل ما یک انسان است و قرار نیست با یک فرشته و قرار نیست با بستر با یک جنتلمنی که هیچ عیب و ایرادی نداره باشه بله. کنه اصلا چیزی وجود نداره لذا پس تا یک اندازه‌ای بپذیریم و این قبول داشته باشین که طرف مقابل سری نقائص و سری یادات داره با پذیرش اینها انشالله بعد وارد زندگی مشترک میشیم و زیر یک سقف زندگی کنیم انشالله و آرزو می که هر زوج جوانی که وارد زندگی شدن و در زیر یک سقف هستن انشالله که طعم خوشبختی رو همیشه بچشن و در یک سایه پر از مهر و محبت و صمیمیت در کنار همدیگه باشن تشکر خانم رضایی استفاده کردیم یک جان ممنون از شما و شما عزیزانی که تا این لحظه همراه ما به بسیار زیاد تشکر میکنیم از حضور گرم همه شما عزیزان می میکنیم و آرزوی خوشبختی موفقیت و سربلندی برای یکی یک که شما عزیزان خواهان هستیم خدا نگهدارتان